داروهای تاریخ گذشته که جمع‌آوری آنها ماها طول کشیده است. مقدار تاریخ آنها گذشته و مقدار هم یک دو روز از تاریخشان بیشتر باقی نمانده. دواهایی که بیشتر آنها تاریخ گذشته غیرقانونی و یا هم بیکیفیتند. مسئولان در صحت‌عامه هرات از نظارت جدی بر دواهای وارداتی از طریق گمرکات خبر می‌دهند، اما از ورود دواهای غیرقانونی و به گونه قاچاق در بازار هرات ابراز نگرانی دارند. تمام ادویه‌ای که از طریق گمرکات وارد کشور میشه، تیم سمپلگیری اداره صحت‌عامه نمونه برداری میکنن و این سمپل به خاطر تجزیه و تحلیل به وزارت صحت‌عامه به ریاست امور فارمسی که لابراتوار تجزیه کیفیت دوا در اونجا هست فرستاده میشه. متاسفانه یک مقدار ادویه به صورت قاچاق از مرزها وارد مارکت و بازار میشه. از سوی دیگر رئیس اتحادیه خدمات دوایی شرکت‌های دارویی هرات میگوید که بیشتر دواهای تاریخ گذشته را خود شرکت‌ها و دوافروشان شهر مکلفند تا جمع‌آوری کنند و این اتحادیه تلاش می‌کند تا حد امکان از ورود دواهای بی‌کیفیت به شرکت‌ها و بازارهای دارو در این ولایت جلوگیری کند. ما دیگه اجازه نمیدیم که دوای بی کیفیت، کم کیفیت، تاریخ تیر کسی بتونه به مردم ما بفروشه. باز هم دوباره اطمینان به مردم شریف و خصوصا ولایت هرات که در ساحه مسئولیت ما و ریاست محترم صحت‌عامه ولایت هرات هست، این وعده رو میدیم که آرام و آسوده نسخه‌های خود به درملتون‌های شهر ببرن. این مقدار دوا پس از بررسی کامل به خاطر هدر ساختن به بیرون از شهر منتقل شد، جایی که زباله‌ها و کثافات شهری نیز از سوی شهرداری در این منطقه انداخته می‌شود. هم سال مقدار زیاد مواد و داروی بیکیفیت در اینجا هدر ساخته می شود. این بار هم ریاست صحت‌عامه هرات مقدار زیاد دارو و مواد بیکیفیت را که در طول 12 ماه جمع‌آوری کرده در اینجا هدر ساخته است. با آن هم هنوز نگرانی ها از ورود دواهای غیرقانونی به هرات وجود دارد. شماره از باشندگان این منطقه می گویند که هر گونه مواد و داروی بیکیفیت که از سطح شهر در اینجا ریخته شده تا حال از سوی ادارات مربوطه کاملا از بین برده نشده است. و آنها از فضای آلوده منطقه شکایت دارند. خالور میاره میرزانه، شروالی غمی نداره، خانوی ما همی مگسومه، کشتای ما را همی خراب کردن، از بعد جمعی اشخالو کسی هم آده نمیتونه کار کنه، بویه و کار اشخال هم اینداده رو در اینار زیر نمیکنه. اینا زیر نمیکنه، اما شروالی و چیز میاره میرزه، نون کسی نمیتونه بخوره، از سرک به او بر به ای بر تر طرف میرده. ریاست صحت‌عامه هرات در برنامه‌های نظارتی خود از شرکت‌ها و دواخانه‌های سطح شهر و ولسوالی‌ها چند پیش نیز ده‌ها تن مواد و داروی بی‌کیفیت را پس از جمع‌آوری هدر ساخت. آنها می‌گویند که تلاش دارند تا به منظور جلوگیری از ورود داروهای بی‌کیفیت تدابیر لازم را روی دست گیرند. در حال حاضر بیش از 700 دواخانه در سطح شهر و ولسوالی‌های این ولایت فعالیت دارند.